صحبت های جنجالی و تند دارا احیایی پسر امین هیایی در مورد پدرش و حمله بی سابقه ای که انجام داد و گلایی که برای نبود نقش های خوب مطرح کرد گلایی که مقصر این ماجرا رو پدرش و هم نسل های اون میدونست با ما همراه باشید این صحبت ها رو ازش میشنویم و عقایق جالب از زندگیش رو بهتون میگم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضا به کارا حیایی پسر امین حیایی که این روزها در برنامه شبهای مافیا در شبکه نمایش خانگی حضور داره در مورد تفاوت کار در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی صحبتهایی رو انجام داد و گفت کار در تلویزیون خیلی سخت داره این بازیگر جوان در مصاحبه ای که با خبرگزاری ایسنا انجام داد گفت در سالهای گذشته بازی مافیا به یه سرگرمی جدی برای خیلی از جوانها تبدیل شده ما هم در دوره ای با دوستانمون مافیا بازی میکردیم بعد دیدم که برنامه شبهای مافیا تولید میشه و خب برای منم تولید چنین گیم شوی جالب بود من اولین بار در پدرخوانده مافیا رو جلوی دوربین بازی کردم اما سناریوی بازی رو خیلی دوست نداشتم تا با سناریوی زودیاک آشنا شدم زودیاک نقش های متفاوتی داره که برای بازی هر کدوم استراتژی های مختلفی میتونیم داشته باشیم و ذهن بازیکن رو بسیار درگیر میکنه حیایی در پاسخ به اینکه برخی معتقدن حضور در شوهای مختلف بر پیشنهادات کاری بازیگر را تاثیر منفی میذاره چرا باز بازیگرهای مطرح توی این شوهای تلویزیونی حضور پیدا میکنن؟ اون در پاسخ به این سوال گفتش که مگه برنامه موفق جوکر یه ریالیتو شو نبود؟ امین حیایی در جوکر حضور داشت یا نه؟ بازیگرای بزرگ و موفق در جوکر حضور داشتن یا نه؟ به جز بازیگرای ایرانی، بازیگرای خارجی مثل تام کروز و تام هاردی و خیلی چهرههای محبوب دنیا هم توی این شو شوها حضور پیدا میکنن. و خب برای مخاطباشون هم جذابه از نظر من این تفاوت حضور بازیگر در فیلم و سریال با شوهای مختلف باعث جذابیت بیشتر اون هم میشه و مخاطبا هم دوست دارن و اصلا چیز کلاس پایینی نیستش و دلیل اینکه خیلی از بازیگرها مجبور میشن توی این ریالیتی شوها بازی کنن و بعدش بعد پیشنهادات کاریشون کمتر بشه چیز دیگه ای هستش که خب جلوتر بهتون میگم چیه بیشتر اشارش به پدرش و بازیگره هم نسلش بودش که باعث شده بازار بازیگری کسات هم بشه دارا حیایی در مورد روند بازیگر شدنش هم صحبت جالبی انجام داد اون گفت یه روز پدرم اومدش و با من صحبت کرد و گفت اگه دوست داشتی بیا تو این حوزه و کار کن و بازیگری بکن اگرم علاقه نداری برو سراغ یه کار دیگه منم تصمیم گرفتم که یه سری تمرینات رو انجام بدم چون کلا بازیگری برام جذاب بود و تصمیم گرفتم این فضا رو تجربه بکنم بعد از مدت چند هفته برای فیلم شعلهور بر آقای نعمت الله تست دادم و ایشون هم از تست من راضی بود رضایت آقای نعمت الله این باور رو به من داد که احتمالا من اون چیزی که باید برای این حرفه داشته باشم رو دارم پس باید اونها رو تقویت بکنم در کلاس های بازیگری پدرم امین حیایی شرکت کردم و بعد از آموزش به سریال از سرنوشت اضافه شدم و مسیر کاری من از همونجا شروع شد اون درباره همکاری با پدرش هم عنوان کرد امین حیایی نه به عنوان پدر من به عنوان یه هنرمند در کار یه شخصیت بزرگ و محترم و صبور داره که با همه خوبه و انرژی خوبی به بقیه میده من در حین کار در زمان فیلم شعلهور مدام یاد میگرفتم که رفتار حرفه ای یعنی اینکه تو هوای همدیگر رو داشته باشی و در شکل تعامل با اوامل بین کسانی که توی اون پروژه حضور دارن فرق نگذاری این بازیگر در پاسخ به اینکه حضور توی خانواده هنری چقدر کار رو برای اون آسونتر کرده میگه برخلاف تصورها به شدت این قضیه سخته چون هر کدوم از اعضای خانواده یه نظر تخصصی متفاوت دارن و نمیتونی کدوم رو نظر رو باید مد نظر قرار بدی. پدرم کارهام رو میبینه و دوست داره. همیشه هم تشویقم کرده که ادامه بدم و میخوام منم بهتر و بهتر بشم. اکثر نقداش هم به من این بوده که میمی که صورتم زیاد عکت نداره و باید روش کار بکنم. اون توی قسمتی از صحبتاشم در مورد اینکه چی میشه کمکار میشه و خیلی نمیتونه فیلم سینمایی و سریال های خوب بازی بکنه و بازیگرای کلا هم نسل اون بازیگرای کمکاری هستن صحبت رو انجام میده و میگه پدر من تا کی میتونه نقشه یه پسر جوون رو بازی بکنه به نظرم مشکل از همین جا هستش که نقش های پسر و دم بخت رو هم به افراد هم نسل پدر من میدن به جای اینکه من رو برای این نقش انتخاب بکنن نقش ها به افراد سن بالا داده میشه اون درباره معرفی چهرهای جوان و جدید برسه بازیگری در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت کاری برای این چهرهها وجود داره یا نه صحبتهایی را انجام داد و بیان کرد خدا رو شکر که فضای ورود چهرهای جدید داره روز به روز هموارتر میشه فیلمسازان ما باید به جوانها میدون بدن و به اونها اعتماد بکنن اگه نسل ما وارد این عرصه نشه چه کسی میخواد نقش سنین جوون؟ مثل سنین ما رو بازی بکنه پدر من تا کی میتونه نقشه یه پسر جوان رو بازی بکنه از طرف دیگه هم من این رو باور دارم که رسیدن به این جایگاه آسون نیست اما موندگارم نه برای خودم و همسن و سال ها میگم که این لحظه که ما فکر کنیم از بقیه بهتریم همون لحظه است که داریم سقوط میکنیم ما برای مردم کار میکنیم و این مخاطب ماست که تصمیم میگیره ما رو دنبال بکنه یا نگاه و توجهش رو از ما دریغ بکنه پس بهتره که با تمرکز برای حفظ رضایت مردم کار بکنید ایایی در پاسخ به اینکه چقدر فیلم و سریال های ایرانی رو دنبال میکنه میگه همه فیلم و سریال های پدرم رو دیدم و از بین سریال هایی که اخیرا بخش شد فصل اول زخم کاری رو از همه بیشتر دوست داشتم دارا حیایی تنها فرزند امین حیایی متولد شهریور ماه 76 هستش اون تحصیل کرده رشته طراحی صنعتیه ابتدا کارش رو با مدلینگ و تبلیغات شروع کرد و در 23 سالگی وارد بازیگری شد اون با سریال از سرنوشت تونست خوش به درخش و شهرتش رو بیشتر بکنه امین حیایی از همسر اولش خانم مونا بانکیپور صاحب یه فرزند شد که همین دارا حیایی است از همسر دومش هم هیچ فرزندی نداره خانم مونا بانکی پور مادر دارا حیایی هم هم خودش یه دوره بازیگری میکرده هم کلا توی خانواده فرهنگی و بازیگر بزرگ شده خانم فرزانه داوری مادر بزرگ دارا حیایی هم از بازیگران قبل از انقلاب هستش که بعد از انقلاب هم توی چند تا فیلم بازی کرده امین حیایی زمانی از همسر اولش جدا شد که دارا سن خیلی کمی داشت و امین حیایی هم ترجیح دادش که هزانت و مسئولیت دارا رو به همسرش مونا بانکی پور بسپاره و کلا دارا پیش مادرش بزرگ شده و تایم های کمی رو پیش پدرش بوده همسر اول امین حیایی بعد از طلاق مدتی رو در خارج از کشور اقامت داشت و کلا دوران کودکی و نوجوانی دارا در خارج از کشور به خصوص کشور بلژیک گذشت اونها مدتی رو هم در آمریکا سپری میکردن و اونجا زندگی میکردن با اینکه دارا حیایی زیاد تایم زیادی رو در دوران کودکیش تو ایران نبود ولی تو همون سنین پایین هم چندین تجربه بازیگری رو به دست آورد در سال 82 وقتی که 6 ساله بود اولین بار در سریال مسافر پردردسر و سال 87 هم در سریال عروسکی امین و مینا حضور داشتش. به دلیل چهره جذابش مدتی رو هم به عنوان مدل توی های تبلیغاتی از جمله تبلیغ چیپس مزمز حضور داشتش که خب تو همون سنین نوجوانی و کودکیش بود. ولی خب حضور حرفه‌ای و فعال اون رو میتونیم در 23 سالگی یعنی سال 95 و فیلم سینمای شولور بدونیم که در کنار پدرش جلو دوربین رفت و بعد از اون هم سریال سرنوشت رو در سال 98 در سن 26 سالگی بازی کرد که نقش هاشم رو ایفا کرد که این سریال چند تا فصل بعدی هم داشتش دارا حیایی معتقده که اصلا پشت نام پدرش بازی نمیکنه خودش میگه شک نکنید نام امین حیایی نام بزرگیه ولی این رو بدونید که از تجربیات پدرم استفاده میکنم ولی هیچ وقت از اسمش نخواستم که استفاده بکنم و پشت اسم اون مخفی بشم یا بخوام رانتی برای خودم ایجاد بکنم من توی مسیر بازیگری زحمات زیادی کشیدم کلاس های بازیگری کلاس های فن بیان حضور پیدا کردم و خیلی کتاب در مورد این رشته مطالعه کردم و از افراد مختلف کسب تجربه کردم قطعا هیچ کارگردان یا تهیه کننده حاضر نمیشه که برای پروژه‌ای که چند ده میلیارد هزینهش هست از یه بازیگر آماتور استفاده بکنه یا بخواد با پارتی بازی کسی رو بیاره روی کار قطعا یه پتانسیل و یک ویژگی هایی رو توی من دیدن که این توی پروژه های مختلف از من دعوت کردن و به خاطر اسم پدرم از من دعوت نشدم جالبه بدونید که دارا حیایی چون تک فرزند هستش و یه جورایی قیم مادرش هست و سرپرستی اون رو بر عهده داره میتونه به راحتی معافیت کفالت بگیر و از سربازی معاف بشه ولی خودش هنوز این کار رو نکرده و میگه که تنبلی کردم و دنبالش رو نگرفتم و به زودی این کار رو انجام میدم خب رفقا حتما نظرتون رو راجع به دارا حیایی و این صحبت های جنجالی که انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میخوام در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید